سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز شنبه 7 اردیبهشت ماه 27 ماه میلادی آوریل در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. ایران بالاترین آمار مرگ بر اثر کرونا به نسبت جمعیت در جهان. رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی میگوید وزیر بهداشت عوام فریب است و باید استعفا میداد. خشم نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و دولت از انتشار فایل صوتی ظریف در ایران اینترنشنال. کیهان میگوید دولت روحانی برای نجات خودش ظریف را وادار به خودکشی کرد. و بالا گرفتن مجادله در واشنگتن در مورد مطالب مطرح شده در فایل صوتی ظریف. وزارت خارجه آمریکا خواستار پاسخگویی روسیه در مورد اخلال در مذاکرات هسته‌ای شد. سناتورهای جمهوری‌خواه خواستار استعفای جان کری برای دادن اطلاعات به ظریف. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران نسبت به جمعیت بیشترین آمار مرگ و میر بر اثر ابتلا به کرونا را در روز گذشته در جهان ثبت کرده است. ایران با جمعیت 83 میلیونیش مرگ 496 نفر در روز گذشته را ثبت کرد. هند با جمعیت 1 میلیارد و 300 میلیونی در شبانه روز گذشته مرگ 2800 نفر را ثبت کرده و کشور برزیل با جمعیت 211 میلیون نفری حدود 1100 مرگ را گزارش کرده است. معاون وزارت بهداشت میگوید یکی دو ماه به پایان دولت باقی مانده، بنابراین انتقادها از مسئولان کنونی بهداشت و درمان کشور بهتر است به پایان این دولت موکول شود. ایرج حریچی گفته در پاییز و موج سوم کرونا با مدیریت هوشمند آمار مرگ کاهش یافت، نه با دعا و استرلاب. نشون اینه که ما تا 25 اردیبهشت افزایش مرگ تا حدود 700 770 80 داشته باشیم و بعد روند نزولیمون در اواخر خرداد تازه به 200 برسه. البته امیدواریم این پیش بینی کاملا نادرست باشه. دقیقاً امیدواریم، چون پارسال آبان هم اگه خاطرتون باشه اونا بله به 1000 آبان ببینید ولی نرسیدیم خدا شکر برای اتمام. نه اتمام، من میخوام اینو باز کنم. آبان ما با امیدواری و دعا و رمل و استرلاب و اینها نشد که اون پیش بینی نقش بر آب شد. بله دو تا کار بزرگ شد، یکی طرح کنترل هوشمند تردد ها که واقعا شهرها رو قرمز و زرد و نارنجی شمال کردیم، در بعضی از شهرها تعطیلی مطلق اعلام کردیم و طرح شهید سلیمانی رو با ابعاد مختلفش اجرا کردیم. رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران سعید نمکی وزیر بهداشت را متهم به رفتارهای دوگانه و ضد و نقیض‌گویی کرد. رئیس شورای عالی نظام پزشکی میگوید وقتی مصوبات ستاد کرونا با سلامت مردم و مصلحت جامعه در تعارض است، سعید نمکی باید استعفا میداد. مصطفی معین گفته رویکردهای وزیر بهداشت عوام فریبانه است و باعث بدآموزی و سلب اعتماد مردم از مسئولان و تصمیم‌های آنها می‌شود. به گفته او احراز آخرین رتبه واکسیناسیون در سطح جهانی و پولی کردن واکسن نشان دهنده ناکارآمدی در مدیریت بحران کرونا در ایران است. این اولین بار نیست که ایران بالاترین میزان مرگ را در بین کشورها ثبت می‌کند. توضیحات بیشتر در همین رابطه را از همکارم لیلا سعادتی بشنویم. کرونا نوع جهش یافته در هند هم به ایران رسیده و در بوشهر 5 تبعه هندی که مبتلا به کرونا هستن شناسایی شدن. البته وزیر بهداشت اسم شهر رو نیمور نگفت بوشهر و گفتش که امیدوار هستش که این افراد کرونا کلاسیک رو داشته باشن و به نوع جهش یافته کرونا مبتلا نشده باشن. البته گفتش که همچنین کرونا نوع جهش یافته در آفریقای جنوبی هم در ایران شناسایی شده و وارد ایران شده. البته من نمیدونم از کجا تونستن تشخیص بدن که این هندی هست یا یعنی کرونا نوع جهش یافته در هند هست یا آفریقای جنوبی، چون خودشون گفتن دیروز هم گفته بودن که اون کیت تشخیص مخصوص این که بدونه که این چه نوع جهشی یافته رو در ایران نیست و گرون هم هست و نمیتونن بفهمن، ولی خب این هست. ولی اینو بگم که در موج دوم ایران، در موج دوم کرونا ایران دوباره در بین کشورها همون موقع که بسیاری از کشورها همچنین آمریکا و اروپا درگیر موج اول بودن، ایران درگیر موج دوم بود. در همون موج دوم در اون دوران بالاترین میزان مرگ رو ثبت کرد در جهان نسبت به جمعیتش. البته من یادم هستش که در واقع رسانه داخلی ایران همچنین شبکه خبر میومدن و اصلا نسبت به جمعیت رو حساب محاسبه نمی‌کردن
می‌کردن و بیشتر آمار مرگ معمولی رو می‌دادن که ایران در واقع اون در مقام هفتم هشتم قرار می‌گرفت در رتبه، ولی نسبت به جمعیت حساب نمی‌کرد. الان هم در واقع در بسیاری از کشورها به ویژه آمریکا و اروپا که تا حدودی در میشه گفتش که کنترل شده کرونا و همچنین درگیر موج چهارم هم نیستن، اینا درگیر موج چهارم هست، دوباره این بالاترین آمار مرگ رو نسبت به جمعیتش ثبت کرده. خب نسبت 1 میلیارد و خورده جمعیت در واقع هند، خب 1800 نفر فوت کردن، برزیل هم که چندین برابر ایران جمعیت داره اون هم همچنین، و ایران همچنان بالاست با توجه به اینکه همین میزان 496 بیماری در واقع فوت کردن در دیروز که آمارش اومده بود، در واقع آمار واقعی هم نیست و تو ایران بیشتر از این هست. توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو میشنیدید. در ادامه ارزیابی دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی رو بشنویم در رابطه با صحبت‌های رئیس سازمان نظام پزشکی که گفته وزیر بهداشت فرافکنی می‌کند و اگر در ستاد مقابله با کرونا نمی‌تواند اثرگذاری داشته باشد باید استعفا دهد. من کاملا با این گفته‌های آقای دکتر معین موافق هستم. اگر آقای دکتر نمکی ذره ای شرافت کاری داشت و تعهد اخلاقی و علمی داشت، باید نسبت به این تصمیم گیری های فاجعه‌آمیزی که وضعیت مدیریت کرونا رو در کشور ما به این نقطه رسونده که شاهدش هستیم و ابتدا و هنوز در میانه پیک چهارم هستیم، وضعیت بسیار بدتری قابل پیش بینی است. اما نکته اساسی اینجاست که امثال آقای دکتر نمکی که عملاً کارگزاران جمهوری اسلامی هستند و نه افراد متعهد به علم، تأمین اون مصلحت‌های شخصی است و منافعی که از مقام می‌برند. باید منتظر بود که نوار ایشون هم در بیاد که ببینیم ایشون چه توجیهاتی برای این در واقع تباهگری جان مردم ایران ارائه خواهند داد در آینده. در خوشبینانه ترین حالت قبلا سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که آمارها رو باید 3.5 برابر کرد، یعنی همین الان مرگ ما بین 1500 تا 1800 نفر هستش و خب همونطور که خدمتتون عرض کردم ما در میانه این پیک چهارم هستیم و در هفته های آینده به دلیل خستگی کادر درمان و افزایش تعداد افراد مبتلا ما متاسفانه با یک وضعیت بسیار فاجعه‌آمیزتر از وضعیت کنونی مواجه خواهیم شد که مرگ و میرهای 4 رقمی به نظر من برای اولین بار، البته باز بر مبنای آمارهای رسمی، شکل خواهد گرفت. توضیحات دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس رو میشنیدید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دومین روز سفر به عراق با برهم صالح رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. دو طرف درباره همکاری‌های اقتصادی و محیط زیستی گفتگو کردند. ظریف پس از دیدار با رئیس مجلس عراق به اقلیم کردستان می‌رود. همزمان با سفر محمد جواد ظریف به عراق و گمانه‌زنی‌ها درباره دیدار مقام‌های ایرانی با ویلیام برنز رئیس سازمان سیا در بغداد، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران این خبر را تکذیب کرد. شب گذشته هم آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سیا این خبر را تکذیب کرده بود. دور سوم نشست کمیسیون مشترک برجام امروز در وین برگزار می شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن برای حضور در این دوره از مذاکرات آماده است. نت پرایس گفته رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران پس از 2 دوره مذاکرات غیر مستقیم به همراه تیمش در این دوره به صورت حضوری شرکت خواهد کرد. پیشتر اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای در همین زمینه اعلام کرد مذاکرات وین با حضور طرفین در روز سه‌شنبه برای احیای توافق هسته‌ای ادامه خواهد داشت. بیشتر بشنویم در رابطه با دستور کار این نشست و تأثیر احتمالی انتشار فایل صوتی ظریف در روند برگزاری آن از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین و محل برگزاری این مذاکرات. بله، این جلسه قرار هست اینجا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت وین برگزار بشه با حضور نمایندگانی از ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان به ریاست معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا انریکه مورا. قرار هست در این دور از گفتگوها در 3 کارگروه کارشناسان اتحادیه اروپا و ایران کار بکنن، کارگروه رفع تحریم ها، کارگروه تعهدات هسته‌ای ایران و همینطور
همینطور کارگروه جدیدی که از این دور قرار کار رو شروع بکنه، کارگروهی که مشخص میکنه چطور ترتیبات اقدامات دو طرف مشخص میشه، یعنی گام هایی که قرار هست برداشته بشه به چه شکله. در دور قبلی گفتگوها که 5 روز به طول انجامید گفته شده که پیشرفت های حاصل شده ولی کامل نیست، هنوز در واقع موضوعات مورد اختلافی وجود داره. اونطور که روزنامه وال استریت جورنال گفته، آمریکا اعلام کرده که حاضر تحریم های بانکی، نفتی و یا کشتیرانی و برخی صنایع رو برداره، ولی ایران خواستار اینه که تحریم ها مثلا از سپاه پاسداران هم برداشته بشه. بنابراین هنوز سر این موضوعات اختلاف های وجود داره، از جمله اینکه مثلا ایران به غیر از اون بحث مربوط به مواد و تجهیزات هسته‌ای ایران، اینکه ایران اونها رو کجا نگه می‌داره، به چه شکل ازش استفاده می‌کنه، اورانیومی که تا اینجا غنی کرده رو چه اتفاقی براش قراره بیفته. به نظر میرسه که این گفتگوها اونطور که حالا میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی گفته، احتمال داره از دور قبلی بیشتر طول بکشه. به هر حال قرار هست که اینجا شروع بشه و بعد مشخص می‌کنن که چند روز ادامه پیدا می‌کنه. گفته شده که قرار هیئت آمریکایی هم در وین مثل دورهای قبل حضور داشته باشه، اما ایران و آمریکا رو در رو گفتگو نمی‌کنن، چیزی که مقام‌های آمریکایی میگن باعث کندی روند مذاکرات میشه. اینجا پشت سر من گراند هتل، محل برگزاری مذاکرات. از دور اول مذاکرات که آغاز شده، گروه‌های معترضان ایرانی از گروه‌های مختلف به اینجا میان، در مقابل گراند هتل میستن و شعارهایی رو سر میدن علیه هیئت ایرانی و همینطور به اروپایی‌ها که چرا در گفتگو با ایران بحث مربوط به حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنن. از این دور چادرهای اینجا گذاشتن برای اینکه کاملا دید این گروه‌ها رو بپوشونن. توی دورهای قبلی که مذاکرات برگزار می‌شد، هر دفعه که یکی از مذاکره کنندگان در واقع بیرون میومد، اون طرف در واقع معترضان ایرانی شروع کردن به شعار سر دادن. حالا کاملا دید اونها اینجا با این چادرهایی که اینجا نصب شده گرفته شده. توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم رو میشنیدید. رئیس موساد و رئیس ستاد امنیت ملی اسرائیل در رأس هیئتی ملاقات با همتایان خود در واشنگتن را آغاز کردند. در اسرائیل گفته می شود مقامات اسرائیلی در این گفتگوها تلاش می کنند تا احتمال توافق هسته‌ای تازه بین ایالات متحده و ایران را تحت تأثیر قرار دهند. بیشتر بشنویم از محورهای گفتگوها بین مقامات اسرائیلی و آمریکایی از همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. آنچه که در گراند هتل در وین می‌گذرد مطمئناً زنگ خطر بزرگی را برای اسرائیل به صدا در میاره. مقامات اسرائیلی تقریباً مطمئن هستند که ایران به آنچه می‌خواهد، یعنی توافقی تازه حال کم و بیش به همان صورت 2015 خواهد رسید و ایالات متحده هم مصمم هستش که به برجام بازگرده و اسرائیل به طور جدی احساس خطر میکنه. در نتیجه قطاری از مقامات سیاسی و امنیتی را به سوی واشنگتن فرستاده تا بتونه تا حدی تاثیرگذار باشه بر این گفتگوها. قرار بود حتی رئیس ستاد ارتش اسرائیل آویو کوخاوی همین هیئت را همراهی بکنه، هیئتی که در اون یوسی کوهن رئیس موساد و میر بن شباد مشاور امنیت ملی اسرائیل هم حضور دارن، اما مسائلی که برای اسرائیل در رابطه با نوار غزه و موشک پرانی از اونجا به اتفاق افتاد، رئیس ستاد سفر خودش را به تاخیر انداخت. گفته شده که این هیئت اسرائیلی که با واشنگتن رفته، قرار هستش که مدارک جدیدی را در رابطه با توانایی‌های ایران و همچنین فعالیت ایران در راه رسیدن به بمب اتمی را به ایالات متحده نشون بده. شاید بودن یوسی کوهن رئیس سرویس خارجی امنیت اسرائیل در این هیئت هم به خاطر این هستش. این هیئت همچنین خطرات حاکی از بازگشت و برداشتن برجام‌ها را برای اسرائیل و منطقه به هیئت آمریکایی گزارش خواهد داد. توضیحات همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو رو میشنیدید. روزنامه کیهان نزدیک به علی خامنه‌ای در واکنش به انتشار گفتگوی ظریف نوشته مدیریت غربگرای دولت روحانی وزیر خارجه را وادار به خودکشی کرد. کیهان نوشته ظریف به دروغ دخالت‌های قاسم سلیمانی و عملکرد نیروهای نظامی را دلیل ناکامی برجام معرفی کرده. این روزنامه همچنین نوشته سخنان ظریف درباره برجام به گونه‌ای است که انگار ایران طبق برجام قرار بوده گروگان آمریکا شود.
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس میگوید حرفای ظریف نشان میدهد مبنای فکری او بر اساس مکتب غربی و مکتب نیویورک است. این نماینده مجلس با اشاره به درس پیدا کردن فایل صوتی ظریف گفته در وزارت خارجه جمهوری اسلامی چنین نفوذهای زیاد اتفاق میافتد و عوامل نفوذی زیادی وجود دارند. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس هم گفته اظهارات ظریف نشان می‌دهد که در زمین آمریکا بازی می‌کند. شهریاری گفته این که عنوان می‌کنند این فایل صوتی رو بوده شده و در اختیار بیگانگان قرار گرفته نشان دهنده وجود افراد نفوذی در وزارت خارجه است. در پی واکنش‌ها به اظهارات ظریف او امروز یک فایل صوتی کوتاه در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده که در آن می‌گوید نگران تاریخ نباشید، نگران خدا و مردم باشید. ظریف در این فایل صوتی گفته معتقدم برای تاریخ کار نکنیم. این نخستین واکنش وزیر خارجه ایران پس از پخش فایل صوتی حرفایش از ایران اینترنشنال است. سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید رئیس جمهور ایران از وزیر اطلاعات خواسته موضوع انتشار فایل صوتی گفتگوی محمد جواد ظریف بررسی شود. علی ربیعی گفته هویت افرادی که فایل صوتی را منتشر کرده اند در حال بررسی است. سخنگوی دولت گفته ظریف پس از بازگشت از سفر به عراق درباره این موضوع صحبت خواهد کرد. این فایل صوتی که توسط تلویزیون پترودلاری کینتوز که با دلارهای نفتی اداره می شود و از روز تأسیس طرفدار سرسخت رنج و تحریم مردم ایران بوده است منتشر شد. همین امر نشانگر توطئه آمیز بودن ربایش و پخش گزینشی این مصاحبه است. رئیس جمهور به وزارت اطلاعات دستور دادند تا عوامل توطئه را شناسایی کنند. این ربایش اسناد به اعتقاد ما توطئه است علیه دولت، نظام، انسجام داخلی، نهادهای کارآمد و سرفراز ما در میدانها و همچنین توطئه علیه منافع ملی ماست. البته ما منتظر خواهیم بود جناب آقای دکتر ظریف به ایران بازگردند، حتما توضیحات لازم در خصوص سوء برداشت ها رو ارائه خواهند کرد. در ادامه ارزیابی مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار رو بشنویم در رابطه با گزارش روزنامه کیهان که نوشته مدیریت غربگرای دولت روحانی ظریف را وادار به خودکشی کرده. این روزنامه همشهری گفتگوی انجام داده با آقای حسین مرعشی. توی اون آقای حسین مرعشی گفته این ایده که وزرا گفتگوی تصویری بکنن و ناگفته هاشون رو بگن دستور و ایده شخص آقای روحانی بوده. گفته این مصاحبه در باغ کتاب تهران انجام شده، همه وزرای کابینه به غیر از آقای جهانگیری و واعظی این گفتگو را انجام دادن. و توی اون در واقع گفتگوهای مرعشی میگه که اونطور که شنیده جناح راست و اصولگرا تصمیم گرفته واکنشش رو در این مورد تدبیر بکنه، عبارتی است که او استفاده میکنه، و یه طوری واکنش نشون بده که در واقع خیلی حکومت آسیب نبینه. به هر حال تا این لحظه که پیش بینی آقای مرعشی و اطلاعاتش محقق نشده، شما الان دو تا جریان سیاسی در ایران میبینید. جریان اول جریان جناح اصولگرا، در واقع همون رسانه‌های وابسته به سپاه، نزدیک به سپاه یا حامی سپاه هستن. از کیهان شما بگیرید تا روزنامه جوان، خبرگزاری‌ها، اونها خیلی حرفشون روشنه. میگن که اولا ظریف ترور کرده قاسم سلیمانی رو، میگن اگر ترامپ قاسم سلیمانی رو ترور فیزیکی کرد، ظریف او رو ترور شخصیتی کرد. دوم میگن که این پخش این نوار در واقع همون داستان گاندوس نشانه ایست از اینکه ما داریم راست میگیم و دوی دولت کلی نفوذی وجود داره. در مقابل اون شما یه جریان دیگه میبینید، این جریان جریان حامی دولت هست که در رأسش امروز جناب آقای ربیعی صحبت کرد. واضح هست از حدود 24 ساعت قبل دستور کار پیدا کردن، محورشون خیلی روشنه. اینا دارن تقریبا در واقع تمام ابعاد ماجرا رو فراموش میکنن و فقط به تلویزیون ایران اینترنشنال حمله میکنن، در واقع اینکه آیا آقای ظریف راست گفته یا نگفته، آیا سپاه این کارو کرده یا نکرده، آیا قاسم سلیمانی با روسیه دستش توی کاسه بوده یا نبوده. همه این ماجراها رو دارن فراموش میکنن و فقط متمرکز شدن روی رسانه‌ای که این نوار رو منتشر کرده. و در مورد انتشارش هم حرفشون این هست، دیروز آقای صادق خرازی هم در کلاب هاوس گفت همونطور که اسناد هسته‌ای ایران از رو بوده شد، همونطور هم این نوار رو بوده شد. هم آقای محمدعلی ابتهی، هم آقای صادق خرازی، هم سعید لیلاز همین حرف رو زدن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. برای من فعلا شما دو تا جریان میبینید که یک نفر داره میگه ظریف خودکشی کرده و این نشون میده همشون نفوذیان، و یک طرف داره میگه دیگه که اصلاح طلبها و دولت باشه میگن ما هیچ کاریم، راجع به حرفای ظریف هم حرف نمیزنن، و میگن طرف بدی قصه اون رسانه ای است که اینو منتشر کرده. توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید.
حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران میگوید گفتگوهای محرمانه ظریف و دیگر اعضای هیئت دولت به دستور رئیس جمهور انجام شده است. مرعشی به روزنامه همشهری گفته این مصاحبه ها شامل همه اعضای کابینه به جز اسحاق جهانگیری و محمود واعظی است. مرعشی گفته سیستمی که حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی برای جمع‌آوری گفتگوها استفاده کرده امنیت لازم را نداشته است. او گفته بردن وزرا به یک استودیو در باغ کتاب تهران و ضبط ناگفته های هیئت دولت کار پرخطری بوده و دسترسی خیلی ها به این فایل را آسان کرده است. او در ادامه اضافه کرده معلوم نیست مخالفان ظریف این کار را کردند یا موافقانش و یا نفوذی های خارجی. به گفته او بعد از این اتفاق ظریف محبوب تر از گذشته شده است. مهمترین نکات صحبت‌های حسین مرعشی در رابطه با فایل منتشر شده از محمد جواد ظریف رو از همکارم علی شیرازی بشنویم. این مصاحبه‌ها همه به دستور آقای روحانی و برای ثبت در حافظه تاریخی دولت انجام شده و آقای حسام الدین آشنا که رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری است مسئولیت اون رو به عهده داشته. اما نکته قابل توجه اینه که گفته تمام معاونین و وزرای دولت به غیر از جهانگیری و واعظی این مصاحبه ها را انجام دادن. الان در واقع چیزی که نگران کننده است براشون لو رفتن فایل بقیه اعضای دولت است. فکر کن که حالا مثلا در مورد آقای ظریف خب فقط در مورد سیاست خارجی بود، ببین الان چقدر واکنش داشته. فکر کن در بعد سیاست داخلی، فکر کن در بعد فرهنگی، فکر کن در بعد اقتصادی. همه این مصاحبه ها در استودیو باقی کتاب تهران انجام شده، اما وزیر اطلاعات رو مصاحبه شده در خود وزارت اطلاعات و تیم خود وزارت اطلاعات انجام داده، یعنی اون از دست آقای آشنا خارج بوده و خود تیم وزارت اطلاعات انجام داده. اما نگرانی عمده ای که الان وجود داره لو رفتن همون بقیه فایل هاست و بیشتر الان تلاش ها برای اینه که جلوگیری کنن که این فایل های دیگه بیرون نیاد. نکته جالب اینه که تمام در واقع واکنش ها در مورد این بوده که آقای ظریف مثلا احتمالاً می‌خواسته کاندیدای ریاست جمهوری بشه، حالا این فایل به محبوب شدنش منجر میشه یا نه موجب کاهش محبوبیتش میشه. اما آقای مرعشی میگه اینطور نیست، این فایل به کل نظام لطمه زده، حتی به مذاکرات وین لطمه زده. دلیلش هم این هست که صحبت های آقای ظریف عقلانیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در واقع مورد سوال قرار میده. توضیحات همکارم علی شیرازی رو میشنیدید. انتشار فایل صوتی ظریف درباره گفته‌های جان کری وزیر خارجه دولت اوباما درباره حملات اسرائیل به مواضع ایران واکنش گسترده سناتورهای جمهوری‌خواه و مقام‌های دولت ترامپ را به همراه داشته است. مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا خواستار تحقیقات رسمی درباره احتمال افشای اطلاعات سری مربوط به اسرائیل از سوی کری شد. نیکی هیلی و مورگان اورتگاس اقدام جان کری را مشمئز کننده توصیف کرده و خواستار توضیحات قانع کننده او و بایدن در این ارتباط شدند. همزمان جمعی از سناتورها به رهبری میترامنی، ریک سکات، سناتور فلوریدا و الیز استفانیک، سناتور اهل نیویورک اقدام جان کری را مصداق نقض قانون عدم همکاری با کشور متخاصم موسوم به لوگان دانسته و خواستار لغو مسئولیت سیاسی او و آغاز تحقیقات قضایی در این ارتباط شدند. اما در آن سو جان کری در توییتی با تکذیب گفته‌های منتسب به او درباره اسرائیل تاکید کرده هرگز چه در زمان فعالیتش به عنوان وزیر خارجه و چه پس از آن چنین صحبتی را مطرح نکرده و نخواهد کرد. گفته‌های جان کری در دفاع از عملکردش در ارتباط با ایران با واکنش متفاوتی روبرو شده است. لینزی گراهام با ذکر علاقه خود به جان کری اصالت گفته‌های این فایل صوتی را زیر سوال برده. با این حال میچ مک‌کانل رهبر جمهوری‌خواهان در مجلس سنا گفته این اتفاقات نشان می‌دهد چرا آمریکا نباید تحریم‌ها علیه ایران را بردارد و اعتماد به این افراد کشور و متحدان آن را امن نخواهد کرد. در همین رابطه از جمشید فاروقی روزنامه‌نگار پرسیدیم در فایل صوتی منتشر شده از مصاحبه ظریف علاوه بر جان کری به نقش روسیه هم اشاره شده، مجادله‌ای که حول محور این موضوع در آمریکا صورت گرفته چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟ اینکه به هر حال تاثیرگذار هست رو میشه با صراحت گفت و میشه الان مثلا وقتی شما سخنان میخائیل اولیانوف نماینده سیاسی روسیه رو توی کمیسیون مشترک برجام در وین دنبال بکنید متوجه میشید که ایشون هم از طولانی شدن مذاکرات سخن گفته. حالا این طولانی شدن چقدرش برمیگرده به افشای این فایل صوتی یا اینکه چقدر به دشواری‌های خود مسئله برجام رو نمیشه امروز با صراحت دربارش گمانه‌زنی کرد، اما
میشه گفت که به هر حال تاثیرات خاص خودش رو خواهد گذاشت و اینکه آمریکا هم الان فشار اعمال کرده به روسیه که روسیه نسبت به این قضیه ابراز نظر بکنه و اعلام موضع بکنه، این هم نمیتونه بدون پیامد بمونه. به باور من در وهله نخست همون کاری رو خواهند کرد که آمریکایی‌ها الان دارن میکنن، یعنی هم خود آقای جان کری و هم سناتورها و نمایندگان دموکرات آمریکا دارن تکذیب میکنن و مطرح میکنن که چگونه است که یک دفعه آقای ظریف و سخنانش اینقدر قابل اعتماد شده، بخصوص تو آمریکا که از آقای ظریف عنوان دروغگو توی خیلی از صحبت‌ها یاد می‌شده، الان دارن مطرح می‌کنن که چگونه است که یک دفعه جمهوری خان به اظهارات آقای ظریف اعتماد پیدا کردن و اونا رو جدی گرفتن. ولی به هر حال این صحبت‌ها بدون پیامد نمی‌مونه، چه در آمریکا، چه در ایران و چه در روسیه. به هر حال فشاری که جمهوری خواها الان دارن اعمال می‌کنن فشار سنگینیه. شما خودتون در گزارشتون مثلا به صحبت‌های مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری خواه توی مجلس سنا اشاره کردید. خب ما در واقع دن سالیوان رو داریم که مشخصا خواستار کنارگیری آقای جان کری شده و حتی گفتن که ایشون نباید به عنوان کسی که داخل شورای امنیت ملی آمریکا حضور داره به این اسناد محرمانه و گفتگوهایی که تو اون شورا رد و بدل میشه دسترسی پیدا بکنه، چون قابل اعتماد نیست. و اینها به نظر من اتهامات بزرگیه که به هر حال به سادگی جان کری نمیتونه با گفتن اینکه من تکذیب میکنم از خودش رفع اتهام بکنه. توضیحات جمشید فاروقی روزنامه‌نگار از کلن رو میشنیدید. در ادامه از افشین شاهی استاد ارشد روابط بین الملل دانشگاه برادفورد پرسیدیم اظهار نظر سناتورهای جمهوری خواه و مقامهای دولت ترامپ در مورد جان کری پس از انتشار فایل صوتی ظریف حاوی چه انتقاداتی است و چقدر این انتقادات درست است. ما دقیقا نمیدونیم که خب چه مناسباتی بین آقای کری و آقای ظریف وجود داشته، اما خب اگر که ما بخوایم در واقع فقط بسنده بکنیم به یک فایل صوتی و یک سری ادعاهایی که آقای ظریف کرده در مورد اطلاعاتی که از آقای کری گرفته، به نظر من این به هیچ وجه کافی نیست. درسته که در روزهای گذشته در این شرایط ملتهب سیاسی واشنگتن بعضی از سیاستمداران برجسته حزب جمهوری خواه از این فرصت استفاده کردند که هم آقای کری رو و هم آقای بایدن رو تحت فشار قرار بدن، اما من فکر میکنم این اتفاقاتی که الان داره میفته آنچنان بی ربطم به فضای سیاسی خود همین شهر واشنگتن نیست. میدونیم که آقای کری به عنوان یکی از برجسته ترین سیاستمداران حزب دموکرات که امروز عملا سکاندار سیاست‌های محیط زیستی آقای بایدن هست، سیاست‌هاش و برنامه‌هاش خشم قسمت قابل توجهی از سیاستمداران جمهوری‌خواه رو برتابیده و من فکر می‌کنم که این سیاستمداران جمهوری‌خواه امروز دارن از این فرصت استفاده می‌کنن که به شکلی فشارهای خودشون رو روی این سیاستمدار و برنامه‌های زیست‌محیطی که از نظر حزب جمهوری خواه میتونه در واقع صدها هزار شغل رو از بین ببره در ایالات متحده رو استفاده بکنه. خب ببینید، همینطور که اشاره کردم، اگر که واقعا ثابت بشه که آقای کری یک سری اطلاعات محرمانه رو به جمهوری اسلامی داره یا به شخص آقای ظریف داره، خب طبیعتا این میتونه تبعات بسیار قابل توجهی داشته باشه. گرچه که ما در ایالات متحده دیدیم مثلا در سال 2017 زمانی که آقای ترامپ در دوران صدارتش یک سری اطلاعات محرمانه در مورد سیستم‌های تجسسی اسرائیل به روسیه داد، برای اوشون ظاهراً تبعاتی نداشت. اما خب این رو هم نمیتونیم انکار بکنیم، وضعیت ایران بسیار متفاوت است، وضعیت آقای ظریف متفاوت است. اگر که این ثابت بشه بدون شک شرایط رو میتونه برای هم آقای دولت، هم دولت بایدن و هم آقای کری مشکل بکنه. اما تا اینجای کار فقط یک ادعا هست، یک ادعایی که در یک فایل صوتی است و مهمتر از اون ما دقیقاً نمیدونیم که این اطلاعاتی که آقای ظریف در اون فایل در موردش صحبت کرده در چه زمانی و در چه مکانی دقیقاً بهشون داده شده. توضیحات افشین شاهی استاد ارشد روابط بین الملل دانشگاه برادفورد از لندن رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.